سلام بچه، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم راجع به مقاومت و حمایت رو صحبت کنیم و اینکه چجوری میتونیم درست رسمشون کنیم. قبل اینکه شروع کنیم، ببینیم اصلا مقاومت و حمایت اصلا چی هستن. مقاومت و حمایت سطوح قیمتی هستن که قیمت که چارت نسبت به اونا واکنش نشون میده، یعنی وقتی به حمایت میرسه برمیگرده، به مقاومت میرسه هم برمیگرده. یعنی که حتی اینجا داریم میبینی از 60,000 تا یه مقاومت برای بیت کوین، یا برعکس مثلا 40,000 تا یه حمایت برای بیت کوین. حالا چجوری اصلا درست اینا رو رصد کنیم و کجا پیدا کنیم مقاومت ما؟ شما اگه مثلا روی چارت 4 ساعته دارید ترید میکنید، نیاز دارید که به چارت روزانه برید، یه دونه تایم فریم بالاتر باید برید. اگه مثلا روزانه ترید میکنید 4 ساعته، اگه یه روزه ترید میکنید هفتگی، واسه اینکه اعتبار خطی که میکشید بیشتر باشه. بعد حالا گفتم که مقاومت یا حمایت خطوط خیلی واضحی هستن، یعنی نیازیست که دنبالشون بگردیم. مثلا ما این نقطه یه ذره خورده برگشته این مقاومت هست یا نه، اینجوری هستن نیست، با چشم قطعی معلوم بشه که حداقل مثلا سه بار، دو بار یا سه بار قیمت برگشته از اون نقطه. اینجا اگه ببینید دوباره خورده برگشته، همینجا رفته برگشته، دوباره رفته برگشته، اینجا قیمت کم شده، اینجا هم حمایت شده، پس اینجا میشه یه مقاومت. اگه قیمت برسه مقاومت و بشکنه مقاومتشو، وقتی پایین داره میاد حمایت برای اون سهم حساب میشه. و اینجوری هم نیست که حتما اون خطی کشیدیم باید بشکنه، میتونه بالاتر یا پایینتر، ولی توی رنج قیمتی قراره که قیمت واکنششون بده. یه نوع حمایت دیگه خیلی معتبره این سطح و این سطح، این سطح بیشترین تماس داره، یک دو بار تماس، سه بار تماس، اینجا اومده چهار بار، اینجا هم واکنششون داده، قرمز خورده، سبز شده. هر خطوط تماس قیمت بیشتر باشه معتبرتره خط مقاومت. اینجا هم اگه نگاه کنید یه مقاومت هم رو این سطح داره. مقاومت رو به این معنی نیستن که حتما قیمت وقتی بهشون میخوره برمیگرده، نه، امکان داره که بخوره بشکنه و ادامه بده مسیرشو. و همچنین مقاومت رو خطوط صاف هم همیشه نیستن، میتونه به این صورت بشه. همچنین که دارید میبینید اینجور رسمش کنید، خط حمایتی خیلی معتبری الان قیمت رفته، یه بار خورده برگشته، دو بار برگشته، سه بار، چهار بار که اینجا شکسته حمایت شد، معتبره دیگه، سه بار، چهار بار. خب حالا وقتی تو تایم فریم بالاتر مقاومتمون رو رسم کردیم یا حمایتمون رو رسم کردیم، برمیگردیم به همون تایم فریمی که معامله می‌کردیم. اما تو تایم فریم کمتر قشنگ میتونید ببینید که چه اتفاقی افتاده. این قیمت مثلا اومده تایم فریم ساعتیه، 4 ساعت است، اینجا قشنگ برگشته واکنششون داده، قشنگ اینجا برگشته. چون تایم فریم بالاتر رسم کردیم مقاومتمون رو، قشنگ میتونیم ببینیم که چه اتفاقی داره براش میفته. حالا اگه من بازم تایم فریم رو کمتر کنم، مثلا دو ساعته بذارم، چون اعتبار مقاومت و حمایتمون خیلی بیشتره، خیلی میتونیم کمکمون کنه. حالا اگه عقب تر بیام قیمت دوباره کنم، هر چقدر عقب بیام بازم بکنششون میده. این خط ترندمون هم که به سمت بالای اونجا واکنششون میده. نه به رسم درست حمایت و مقاومت ها بود.